اینجا مدرسه شاولین هست، تعدادی از بانوان و همچنان بچه ها تمرین میکنن، تمرین وشو، وشویی که تقریبا ورزش ثقیل هست، اما بانوان در کنار برادرانشان اینجا تمرین میکنن. و امروز افتتاح رسمی مدرسه شاولین بود که با حضور سفیر چین و همچنان تعدادی از رسانه ها و ورزش دوستان اینجا برگزار شد. و غرض افتتاح این مدرسه را آقای صادقی اتحاد، همبستگی و همچنان سهم دادن بانوان به ورزش خواند. Thank you very much. You know that in China, we have a very famous saying that if a woman get educated, and that will benefit three generations. But if a man get educated, that will benefit only one generation. دخترها بسیار خوب تمرین کرده بودن و بسیار خوب نمایش دادن، در صورتی که شاولین بسیار یک از نظر من یک مکتب بسیار سخت و با هنرنمایی های بسیار سخت است. چه پیام بر سایر بانوها دارین که ورزش میکنن؟ خب ما پیام همیه که تمام بانوان ورزش کنن، ورزش بر سلامتی خودشان و جامعهشان و همچنان برای خانواده بسیار مهم است و یک پیام خوب برای تمام جامعه دارن. کسایی که ورزش نمی کنن ورزش کنن، چون ورزش وقت گیر نیست، بلکه بر تمام فعالیت هایی که ما روزانه انجام میدیم زیادتر میتونیم کارهای خود به طور منظم انجام بدیم، یعنی وقت ساز است، ورزشش با وقت گیر نبوده و نیست. زنده باشین. تشکر. ما کلاس های مربیگری می بکنیم قبل در آینه قرار برگزار کنیم، مسابقات داوری قرار برگزار کنیم و هم بخش تالو هم بخش سانشو. بسیار تالو سانشو من گفتم که بخش فرم تکنیک هست و بخش مبارزش هست. مبارزه سانشو میگن بخش تکنیک تالو هم. و این بخش ما در نظر گرفتیم. متاسفانه حتی در مبارزه در مسابقه که برگزار میشه خود دخترها و بچه‌ها هیچ آشنایی با نوع امتیازگیری ندارن. کسانی بودن که هوشوکار بودن و به اون خاطر خود معاون سفیر گفتن که ما کسر آوردم که هوشوکار هستن، چون از نظر کاری میخوان از نظر تکنیک کار شما ببینن. و اونا گفتن اگر همین آدم‌ها در چین بارو میتونن قهرمان باشن، پس یعنی که سطح کاری و تکنیک کار از ما خیلی بالاین. چینی هم قول دادن که با ما همکاری کنن، چون ورزش چین ورزش ملیه، ورزش هوشو ورزش ملی چینیان.